سلام، من مهسا اختیارزاده هستم. به کانال من خوش اومدین. در این قسمت قرار با هم این گوشواره‌های قشنگ و جذاب رو ببافیم. بافت یاسمین یا گل یاس رو قبلا آموزش دادم که ترکیبی از بافت‌های پفکیه. لینک آموزشش رو اینجا براتون میذارم، میتونید روش کلیک کنید و تماشا کنید. خوشحال میشم که از آموزش هایی که براتون میذارم حمایت کنید، به دیگران معرفیشون کنید و به اشتراک بذارید. وسایل مورد نیاز: قیچی، سوزن مخصوص کانوا، یه جفت حلقه و عصایی گوشواره. برای تزئینشون هم میتونید از منجوق یا مروارید استفاده کنید. این گوشواره ها رو با نخهای مختلفی بافتم. اینایی که سایزشون کوچیک‌تره با نخ دمسه کار کردم، این یکی رو با نخ مرسریزه بافتم. قطر این گوشواره ها تقریبا 2.5 سانتی متر شده. این گوشواره هم 3.5 سانتی متر قطرش. اما آموزش امروز رو با کانوا کار میکنم، چون که اینطوری دیدن جزئیات کار براتون خیلی راحت تر میشه. خب بریم سراغ آموزش امروز. یه گره خفت میزنم، چهار تا زنجیره میبافم، نخ رو روی قلاب میندازم و از حلقه روی قلابم رد میکنم. این اولین زنجیره. 2، 3، 4. حالا توی اولین زنجیره یک بافت نامرئی میزنم. قلاب رو توی زنجیره اول میبرم، نخ رو میگیرم، بیرون میکشم و از حلقه روی قلابم رد میکنم. به این ترتیب اینجا یک حلقه درست کردیم و دور اول رو توی این حلقه کار میکنیم. خب شروع دور اول 3 تا زنجیره میزنم، نخ رو روی قلاب میندازم و قلاب رو توی این حلقه میبرم، نخ رو میگیرم و بیرون میکشم. 3 تا حلقه روی قلابم دارم. نخ رو روی قلاب میندازم، یک بار دیگه این کار رو تکرار میکنم. حالا 5 تا حلقه روی قلابم دارم و برای بار سوم حالا 7 تا حلقه روی قلابم دارم. نخ رو روی قلاب میندازم، سر قلاب رو به سمت پایین میگیرم و از هر 7 تا حلقه رد میکنم. به این صورت برای محکم کردن این بافت پفکی یک زنجیره میزنم. دو تا زنجیره دیگه هم میبافم و حالا توی اولین زنجیره یک بافت پفکی میزنم. نخ رو روی قلاب میندازم، قلاب رو توی زنجیره اول میبرم، نخ رو میگیرم و بیرون میکشم. دوباره دیگه این کار رو تکرار میکنم. به این صورت 7 تا حلقه روی قلابم دارم. حالا یک بافت پفکی هم توی این حلقه میبافم. نخ رو روی قلاب میندازم، قلابم رو توی این حلقه میبرم، نخ رو میگیرم و بیرون میکشم. دوباره دیگه این کار رو تکرار میکنم. خب این قسمت 6 تا حلقه روی قلابم دارم. حالا نخ رو روی قلاب میندازم و از تمام حلقه های روی قلابم رد میکنم. حتما سر قلاب رو به سمت پایین بگیریم تا کار راحت تر انجام بشه. به این صورت برای محکم کردن
این بافت های پفکی یک زنجیره میزنم. دو تا زنجیره دیگه هم میبافم و باز توی اولین زنجیره یک بافت پفکی میزنم. در واقع همون زنجیره ای که برای محکم شدن بافت های پفکی میزنیم. یک بار دیگه یک بافت پفکی هم توی این حلقه و این صورت نخ رو روی قلاب میندازم و از تمام حلقه های روی قلابم رد میکنم و یک زنجیره میزنم. خب تا اینجا سه تا بافت پفکی توی این حلقه کار کردیم و دو تا بافت پفکی هم روی این بافت ها. خب کلن توی این دور 6 تا بافت پفکی توی حلقه میزنیم، 6 تا هم دور کار دور این بافت های پفکی. پس اینجا دو تا زنجیره میزنم، یک بافت پفکی توی اولین زنجیره میبافم و یک بافت دیگه توی این حلقه. نخ رو روی قلاب میندازم و از تمام حلقه های روی قلابم رد میکنم. یک زنجیره میزنم به این ترتیب. خب تا اینجا 6 تا بافت پفکی توی حلقه کار کردیم، اما بافت های پفکی دور کار 5 تاست. پس فقط یک بافت پفکی دیگه باید بزنیم توی این زنجیره. به این صورت نخ رو روی قلاب میندازم و از هر 7 حلقه روی قلابم رد میکنم. حالا این دور رو وصل می کنم توی اولین زنجیره‌ای که برای محکم کردن این اولین بافت پفکی زدیم توی این زنجیره. یک بافت نامرئی می زنم به این صورت. این از دور اول. خب بریم سراغ دور دوم. باز با سه تا زنجیره کار رو شروع میکنیم و دقیقا توی همین دانه‌ای که دور قبلی رو وصل کردیم کار میکنیم. یک بافت پفکی میزنم یک بار دیگه به این صورت. 7 حلقه روی قلابم دارم، نخ رو روی قلاب میندازم و از هر 7 حلقه رد میکنم. یک زنجیره میزنم. خب پس اول هر دور رو با یک بافت پفکی شروع میکنیم. دور قبلی هم به همین ترتیب بود. خب دو تا زنجیره میبافم توی اولین زنجیره، یک بافت پفکی میزنم
به این صورت و یک بافت پفکی هم توی همین دانه میزنم، دانه که این بافت رو توش کار کردم. به این صورت اینجا هم باید 6 تا حلقه داشته باشه. خب حالا نخ رو روی قلاب میندازم و از تمام حلقه های روی قلابم رد میکنم، یک زنجیره میزنم. خب پس مرحله دوم دور دوم و دو تا بافت پفکی کار کردیم. خب اینجا باز دو تا زنجیره روی هم، توی این قسمت ها همیشه سه تا زنجیره داریم، یک زنجیره که برای محکم شدن بافت های پفکیه، دو تا زنجیره دیگه هم کار میکنیم. خب حالا یک بافت پفکی اینجا میزنم، یک بافت پفکی توی دانه قبلی، توی همین دانه، یک، دو، سه، به این صورت. یک بافت پفکی هم توی دانه بعدی میزنم، توی این دانه. صورت. این قسمت هم 6 تا حلقه داریم روی قلاب. خب حالا نخ رو روی قلاب میندازم و از تمام حلقه های روی قلابم رد میکنم. حالا میتونین این قسمت رو مرحله به مرحله انجام بدین. به این صورت نخ رو روی قلاب میندازم و یک زنجیره میزنم. خب حالا توی اولین قسمت اینجا سه تا بافت پفکی کار کردیم، اینجا فقط یک بافت پفکی داریم، پس دو تا بافت پفکی دیگه باید توی این قسمت ببافیم. مرحله اول اینجا دو تا بافت پفکی کار میکنیم، توی این زنجیره یک بافت پفکی میزنم، توی این دانه هم یک بافت پفکی. حالا نخ رو روی قلاب میندازم و از تمام حلقه های روی قلابم رد میکنم، یک زنجیره میزنم. دو تا زنجیره دیگه. حالا مرحله بعدی اینجا الان دو تا بافت پفکی داریم، پس یک بافت پفکی دیگه اینجا باید کار کنیم و بعد میریم سراغ این دانه، یک بافت پفکی هم اینجا میزنیم. خب پس اول توی این زنجیره یک بافت پفکی میزنم، یک
یک بافت پفکی توی این دانه و یک بافت دیگه توی دانه بعدی. پس این مرحله شد ستایی. حالا نخ رو روی قلاب میندازم و از حلقه های روی قلابم رد میکنم و یک زنجیره میزنم به این صورت. دو تا زنجیره. باز مرحله اول بعد از بافت ستایی که کار میکنیم یک بافت دوتایی داریم، بعدش باز یک بافت ستایی. یک زنجیره. خب حالا اینجا دو تا بافت پفکی داریم، پس یک بافت دیگه هم باز باید کار کنیم. دو تا زنجیره. توی زنجیره اول یک بافت پفکی، دانه یک بافت، دانه بعدی هم یک بافت. یک دو سه. خب حالا نخو از تمام حلقه ها رد میکنم و یک زنجیره میزنم به این ترتیب. این الگو رو تکرار میکنیم. الان یک بافت ستایی کار کردیم، پس مرحله بعدی بافت دو تا بافت پفکی کار میکنیم، بعد سه تا بافت کار میکنیم. توی هر کدوم از این دانه ها باید سه تا بافت پفکی داشته باشیم. ببینید اینجا سه تا بافت پفکی، اینجا هم همینطور. توی این دانه فعلا یک بافت پفکی زدیم، پس الان دو تا بافت کار میکنیم با هم و مرحله بعدی سه تا بافت که بافت سومش رو توی دانه بعدیش میزنیم. من این قسمت ها رو کامل میکنم و برمیگردم. خب من یک بافت ستایی اینجا کار کردم و اولین بافت پفکی رو توی آخرین دانه زدم. حالا اینجا این قسمتی که باید دو تا بافت پفکی کار کنیم، یک بافت پفکی توی این زنجیره و یک بافت هم توی این دانه. خب توی قسمت‌های قبلی بعد از دو تا بافتی که کار می‌کردیم، قسمت بعدی سه تا بافت پفکی میزنیم، ولی اینجا چون دونه آخره باز دو تا بافت کار میکنیم. پس دو تا زنجیره. یک دو سه. و
یک بافت هم توی آخرین دانه. به این صورت. خب. حالا روی هم توی این دور بافت های پفکیه. دور این گوشواره 2, 4, 6, 8, 10, 12 تا و بافت هایی هم که در واقع به صورت عمودی کار کردیم هر قسمت 3 تا، پس اینجا 3, 6, 9, 12, 15 و 18. خب حالا توی اولین دانه که میشه اولین زنجیره‌ای که این بافت پفکی رو باهاش محکم کردیم، یک بافت نامرئی میزنیم و این دور رو وصل میکنیم به این صورت. این هم از گوشواره ما. نخ را روی قلاب میندازم و از حلقه روی قلابم رد میکنم. خب حالا بعد این نخ های اضافی رو با سوزن لابلای دانه ها ببریم. چون که نخم کوتاهه، اول سوزن رو از این حلقه هایی که میخوام نخورد کنم رد میکنم بعد سوزن رو نخ میکنم به این صورت. به یکی از این قسمت ها میتونید حلقه رو وصل کنید به این صورت و بعد میتونید این قسمت کار رو هم منجوق یا مروارید بدوزین. این هم از آموزش امروز. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. اگه دوست داشتین عکس کارهای قشنگتون رو به صفحه اینستاگرامم به آدرس قلاب بافی مهسا یا مهسا کروشه بفرستین و لطفاً این ویدیو رو به اشتراک بذارین. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.